گفتگوها میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به نتیجه قطعی در این دور از مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران در لوزان سوئیس به لحظات پایانی خود نزدیک شده است یک منبع در هیئت ایرانی به خبرنگار ایرنا گفته است همه هیئت ها مصر هستند امروز به نتیجه برسند ولو آنکه جلسات تا پاسی از شب به طول بیانجامد امروز در آخرین روز از ضرب تعیین شده برای رسیدن به توافق در کلیات یا توافق سیاسی میان دو طرف وزیران خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دومین بار در ساعات اولیه روز سهشنبه یازدهم سه فروردین ماه دیدار و گفتگو کردند اولین دیدار وزیران خارجه ایران و گروه پنج بلاوه یک صبح روز دوشنبه و با حضور همه وزیران انجام شد. اما امروز به نمایندگی از روسیه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در جلسه حضور دارد. پس از نشست صبح امروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به همراه معاونان مذاکرات فنی را آغاز کردند. مذاکرات دیروز تا ساعات پایانی شب و با گفتگوهای کارشناسی و رایزنی های داخلی هیئت ها به پایان رسید. امروز سه‌شنبه 31 مارس آخرین روزی است که ایران و گروه پنج به علاوه یک بر اساس اعلام قبلی تلاش می کنند تا از مرحله مذاکرات عبور کرده و بر سر راه ها به تفاهم برسند تا در فرصت باقی مانده تا دهم تیر ماه نگارش متن توافق نهایی شروع شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز دوشنبه دهم فروردین ماه لوزان را به مقصد مسکو ترک کرده بود و در مذاکرات اتمی با ایران حضور نداشت گفته است برای پیوستن به گفتگوها به لوزان باز میگردد آقای لاوروف همچنین گفته است گفتگوها شانس خوبی برای موفقیت دارد برخی عدم حضور او در مذاکرات را نشانی از به بنبست رسیدن گفتگوها تعبیر کرده بودند یک عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران با تاکید بر اینکه هنوز هیچ توافقی نهایی نشده به خبرگزاری ایسنا گفت us همه بر این نظرند که تا امشب به راحل برسیم با این حال یکی از مقام ها که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است بیانیه که طرف های مذاکره در لوزان قصد دارند روز سهشنبه منتشر کنند بیانیه کلی خواهد بود مبنی بر توافق بر سر ادامه مذاکرات در مرحله جدید و افزوده بخشی از علت کلی بودن چنین بیانیه این است که اختلافات میان طرف ها همچنان پا بر جاست. مجید تخت به ارشد تیم مذاکره کننده ایران خبرهای برخی رسانه های غربی مبنی بر تمدید مهلت مذاکرات را رد کرده و گفته است که چنین بحثی مطرح نشده است پیش از این یک شبکه خبری فرانسه احتمال تمدید چند ساعته یا حتی چند روزه مذاکرات را رو مطرح کرده بود همزمان حمید بعید نژاد عضو تیم مذاکره کننده ایران در خصوص وضعیت مذاکرات هسته به خبرگزاری ایسنا گفت همه بر این نظرند که به راه حل برسیم چرا که این موضوع برای همه مهم است هر لحظه ممکن است تحولاتی رخ دهد و انشاالله هرچه زودتر به نتیجه برسیم بنابر همین گزارش حسین موسویان دیپلمات هسته‌ای پیشین ایران در نشستی در دانشگاه هاروارد گفته است اگر مذاکره کنندگان نتوانند به توافق نهایی دست یابند برای پیشرفت مذاکرات میتوانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف ایران در مقابل رفع برخی از تحریم های اساسی به طور همیشگی باشد و برای توافق نهایی آخر چند ماه دیگری هم مذاکره کنند مقام های آمریکایی میگویند از طرح کشورهای عربی برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک حمایت می کنند. طرح تشکیل نیروی مشترک نظامی اعراب روز یکشنبه در اجلاس سران اتحادیه عرب در مصر به تصویب رسید. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است آمریکا از برنامه کشورهای عربی برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک برای مقابله با تهدیدهای رو به افزایش امنیتی در خاور میانه حمایت و با این نیروی نظامی همکاری می کند. آقای کارتر روز گذشته گفت فرماندهان نظامی ایالات متحده که چند هفته پیش با او در کویت دیداری داشتند میگویند کشورهای منطقه که در اعتلافی به رهبری آمریکا علیه حکومت اسلامی مبارزه می کنند باید ترغیب شوند که در صورت امکان دست به اقدامات بیشتری بزنند. این اظهار نظر یک روز پس از آن مطرح می شود که سران کشورهای عربی در نشست اتحادیه عرب در شرم مصر از تشکیل نیروی نظامی مشترک برای مقابله با آنچه تهدیدات امنیتی خوانده شد حمایت کردند قرار از ساختار این نیروی نظامی طی ماههای آینده مشخص شود شرکت در آن نیز برای کشورهای عضو اتحادیه عرب داوطلبانه است پیشتر در آزرماه سال گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای تشکیل نیروی دریایی و پلیس ضد تروریستی مشترک به توافقهایی رسیده بودند اشتون در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این مورد که آیا ایالات متحده با نیروی نظامی مشترک احتمالی همکاری خواهد کرد گفته است اینها متحدان و همپیمانان امنیتی ما هستند و ما به همکاری با آنها ادامه می دهیم همانطور که در موارد دیگر همکاری داشته ایم. آمریکا در حال حاضر از حملات هوایی اعتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشی های حوسی در یمن حمایت می کند. در این حال گروهی از کشورهای عربی نیز عضو اعتلافی به رهبری ایالات متحده هستند که در سوریه به مواضع اسلامگرایان به ویژه نیروهای داعش حمله هوایی می کند. ناظران سیاسی و امنیتی تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی را دامی مهم در ایجاد توازن نظامی در برابر ایران تلقی کردند نیروهای تحت رهبری عربستان سعودی یکی از اهداف نظامی خود را در حمله یمن جلوگیری از حمایت تسلیحاتی ایران از حوسی اعلام کردند این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است ادعاهای مربوط به کمکهای ایران به یمن به هیچ وجه نمیتواند توجیه کننده ی حمله نظامی به یمن باشد خانم افخم با رد ادعای ارسال هوایی سلاح به یمن گفته است توافقنامه امضا شده بین هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی یمن در چارچوب توافقات مربوط به فعالیت هوایی مدنی و تجاری بوده و از زمان امضای توافق تا کنون چند پرواز مدنی حاوی کمک های دارویی و بهداشتی به صنعا انجام شده و محموله های این پروازها به هلال احمر یمن تحویل شده است این در حالی است که طی چند روز گذشته چندین انبار در صنعا و سعده که موشک های ارسالی ایران در آن انبار شده بود بمباران شد آغاز بحران یمن دامنه درگیری نظامی میان ایران و کشورهای عربی را به تنش دریاها کشانده و برای اولین بار به رویارویی نظامی ایران و مصر و عربستان در دریای عرب منتهی شده است صبح امروز دریادار حبیبالله الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران خبر منتشر شده درباره بادار شدن نیروی دریایی ایران به ترک خلیج عدن توسط ناوهای مصری را رد کرد آقای سیاری گفته است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل و رعایت قوانین بین المللی در منطقه مأموریت خود در شمال اقیانوس هند در حال گشتنی و انجام مأموریت است اما اشاره نکرد چگونه از ورود کشتی های جنگی ایرانی به آبهای ساحلی یمن جلوگیری شده است نمایندگان مخالف دولت در مجلس ایران خواهان حذف پردرآمدها از فهرست یاران بگیران شدند. نمایندگان اصولگرا میگویند با وجود اینکه در قانون بودجه دولت موظف به کاهش میزان یارانه ها شده است دولت روحانی هنوز درباره حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیرها کاری نکرده است با اینکه مجلس دولت را مجاب به انجام این کار کرده هنوز سازوکار این کار مشخص نشده و تاکنون نیز هیچ طرحی برای انجام این کار از سوی مسئولان اعلام نشده است مسرزا ثروتی نماینده اصولگرا گفته است یکی از اشکالات موجود در کشور ما عدم اصلاح قانون است چه دولت قبل و چه این دولت قانون را اجرا نمی کنند؟ بنابر قانون هدفمندی یارانه ها 50 درصد منابع باید به مردم داده شود و به دنبال آن 10 درصد هم دولت می تواند افزایش بدهد یعنی فقط بر روی 60 درصد یارانه می توان حساب کرد ولی همکنون و عملا 120 درصد به مردم یارانه می دهند و این یک اشکال است. آقای ثروتی گفته است میزان درآمد دولت تقریبا 39 هزار میلیارد تومان است ولی به اصطلاح دولت دارد به نوعی 42 هزار میلیارد به مردم یارانه می دهد پس 3 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند دولت هم قبول دارد که باید پردرآمدها را از فهرست یارانه بگیران حذف کرد اما به گفته ی آقای ثروتی چون حذف یارانه بگیران درد سرهایی دارد دولت هم آن را نمیپذیرد سال گذشته در زمان تصویب لایحه بودجه سال 94 مجلس به میزان 3000 میلیارد تومان از بودجه یارانه ها کم کرد حالا آقای ثروتی گفته است که نمایندگان مخالف دولت قصد داشتند دوازده هزار میلیارد از بودجه یارانه ها کم کنند. آقای ثروتی میگوید این مبلغ سه هزار میلیارد تومان را که مجلس کم کرد اول در صحن مجلس پیشنهاد دوازده هزار بود و مصوب هم شد اما آقای لاریجانی با زرنگی این موضوع را به کمیسیون تلفیق ارجا داد که غیرقانونی بود به گفته ای آقای ثروتی کمیسیون تلفیق کاهش دوازده هزار تومانی از بودجه پرداخت یارانه ها را که در سحن مسبب شده و غیرقابل تغییر بود به سه هزار میلیارد رساند. بر اساس طرح پیشنهادی نمایندگان مخالف دولت با کاهش بودجه یارانه های نقدی باید حدود 5 میلیون نفر از میزان یارانه بگیرها کاسته شود. آقای ثروتی پیشنهاد داده است دولت کسانی را که صاحب ملک های بزرگ هستند و کسانی که مالیات زیاد میپردازند را از یاران بگیرها حذف کند. آقای ثروتی گفته است وقتی املاک روشن است آنان که صاحب ملک های بزرگ هستند از این جریان حذف می شوند. پس مالیات دهندگان معلومند و کسانی که مالیات می دهند و چقدر می دهند مشخص است. در روزهای گذشته همزمان با فرارسیدن موعد ضرب العجل توافق هسته‌ای میان ایران و غرب قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر کاهش یافته است بنابر اعلام خبرگزاری رویترز قیمت نفت روز سهشنبه در بازارهای جهانی به کاهش خود ادامه داد زیرا ایران و شش قدرت جهانی به سرعت مذاکرات برای رسیدن به یک توافق اولیه افسودند. توافقی که میتواند به لغو تحریمها منجر شده و اجازه صادرات بیشتر نفت را به ایران بدهد تحلیلگران بانک استرالیا و نیوزلند در یادداشتی اعلام کردند ایران به میزان قابل توجهی نفت خام ذخیره کرده است و میتواند بلافاصله پس از لغو تحریمها صادرات نفت خود را افزایش دهد نهادهای درگیر در صادرات نفت میگویند به دلیل تحریم های قبل که مانع فروش نفت شده ایران دست کم سی میلیون بشک نفت خام در تانکرهای بزرگ نفتی خود ذخیره دارد قیمت نفت برنت دریای شمال در ساعت اولیه روز سهشنبه در بازار لندن 35 سنت کاهش یافت و به 55 دلار و 94 سنت در هر بشکه رسید دیروز دوشنبه نیز قیمت نفت برنت 12 سنت کاهش داشت قیمت نفت خام آمریکا نیز که دیروز 19 سنت کاهش پیدا کرده بود امروز در ساعت یاد شده با 56 سنت کاهش به 48 دلار و 12 سنت در هر بشکه رسید. پیش از این بیژن نامدار زنگنه گفته بود در صورت رفع تعریم های بین علیه ایران میزان صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. همچنین برخی منابع اعلام کردند که ایران سی میلیون بشکه نفت روی آبها ذخیره کرده است. گمان زنی ها بر این است که رفع تعریم ها نفت زیادی را از سوی ایران به بازارهای جهانی تزریق خواهد کرد. این در حالی است که چند روز پیش هفتنامی نیوزویک اعلام کرد که ایران با برداشته شدن تحریم ها تنها 300 هزار بشک صادرات نفت خود را و آن هم در نیمه دوم سال جاری افزایش خواهد داد و سیر صادرات به راه نمی افتاد. همزمان صبح امروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران گفت طی چند ماه اخیر جنگ نفتی اعتلاف غرب و عربستان برای کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به اقتصاد ایران جواب نداد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است در شرایطی که حتی قیمت نفت به کمتر از 50 دلار هم رسید دولت توانست این کسری بودجه را از منابع مختلف جبران کند بنابراین ما برای هر شرایطی آمادگی داریم روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از نتایج توافق هسته‌ای پیامدهای مشابهی را برای بازار نفت جهان برداشت می‌کند این روزنامه پیش بینی می کند که برداشته شدن تحریم ها غول نفتی خفتی ایران را بیدار می کند. این گزارش می که تهران به دلیل تحریم ها از بازارهای بین المللی محروم و از دستیابی به فناوری و سرمایه گذاری لازم برای افزایش حجم تولید نفت خود من شده است. ولی این کشور 9 درصد ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و انعقاد یک توافق هسته‌ای می تواند میادین نفت این کشور را به روی سرمایه گذاری های خارجی بک شاید. این گزارش خاطر نشان می سازد که هر گونه افزایش صادرات نفت ایران می موجب کاهش بیشتر قیمت ها شود و ممکن است امضای توافق هسته حتی قیمت ها را به هر بشکه 20 دلار کاهش دهد. حسین میردامادی از حرکت ترکش باقی مانده از جنگ ایران و عراق در بدن سراجالدین میردامادی و نیاز این روزنامهنگار و فعال سیاسی به جراحی خبر داده و میگوید که تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و تقاضا و پیگیری خانواده او برای مرخصی و انجام جراحی نتیجه‌ای نداشته است او میگوید که در پاسخ به پیگیری ها به آنها گفته شده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی بخش داده که به زندانیان سیاسی مرخصی داده نشود. سید سراجدین میردامادی روزنامه فعال سیاسی اصلاح طلب عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و معاون ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت سید محمد خاتمی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت که دستگیر و پس از بازجویی مکرر روز شنبه 18 اردیبهشت سال گذشته بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد. آقای میردامادی به سه سال حبس تعذیری و دو سال ممنوع الخروجی محکوم شده و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان است. این فعال سیاسی که جانباز جنگ ایران و عراق است به گفته ی خانوادش وضعیت جسمانی خوبی ندارد. حسین میردامادی پدر سراج میردامادی و دایی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با روز درباره وضعیت فرزندش توضیح می دهد. سراج یک ترکش درشت در گردنش دارد که خیلی جای حساسی است. نزدیک نخا است. ترکشی که از زمان جنگ باقی مانده و قبلا پایین تر بود ولی حرکت کرده و آمده بالا و خیلی وضعیت خطرناکی است اما متاسفانه هیچ توجهی نمی شود. او می در مقابل تقاضای مرخصی به ما گفته شد که آقای لاریجانی بخش نامه داده که به زندانیان سیاسی مرخصی ندهیم. این در حالی است که مجرمین اقتصادی و کلاهبرداران اقتصادی از مرخصی ایام نوروز برخوردار شدند. پدر سراج الدین میردامادی میگوید با دستبند و سرباز میفرستند بیمارستان از این اتاق به آن اتاق و جلوی مردم اینقدر سراج ناراحت می شود از این وضعیت خب چرا این کار را میکنند؟ از آن طرف جایی که 180 نفر ظرفیت دارد 440 نفر را ریختند در شرایط غیر انسانی واقعا اینها ظلم است وی گفته وقتی بچه جوانی را محسن رحمانی را به جرم بلند کردن عکس میرحسین موسوی به هفت سال زندان محکوم می کنند و میبرند زندان به چه کسی دارند خدمت می کنند؟ این کجای عدالت اسلامی است؟ یکی دوتا که نیستند ساجده ی عرب سرخی را ببینید بقیه ی بچه های سیاسی را ببینید اینها چه جرمی داشتند جز دلسوزی برای کشور و انتقاد. عجیب است در چنین وضعیتی روحانی هم هیچ کاری نمی کند. در حالی سکوت کرده که خودش این بچه ها را دعوت کرد که به کشور برگردند. او با اشاره به انتقادات و مصاحبه های سراج دین میردامادی می گوید: باید به خاطر شجاعتی که داشته و مصاحبه های منطقی و معقول و انتقادات سازنده ای که کرده، او را تشویق کنند، نه اینکه بیاندازند زندان. حسین میردامادی می حتی رسانه ای اینجا نیست که صدای ما را بشنود، درد ما را بشنود و بنویسد. بعد به سراج میگویند چرا پدرت با رسانه های خارج از کشور مصاحبه کرده؟ شما بگویید چه بکنیم؟ یک جانباز را گرفتند، زندانی کردند، زن و بچهاش را آواره کردند و چه ظلمی بالاتر از این؟ من واقعا تعجب می کنم از مراجع تقلید که چرا سکوت کردند؟ چرا نمیگویند خلاف شرع است؟ چرا نمیگویند این بچه ها به انقلاب خدمت کردند و آقایان به اسم اسلام و انقلاب تیشه به ریشه اسلام و انقلاب میزنند. بیایید یک رفراندوم بگذارید ببینید چند درصد مردم از عملکرد شما راضی هستند و چند درصد ناراحت با دیکتاتوری و خفقان که نمی شود کشور اداره کرد.